برنامه آهنگ زندگی مهمانی کاشانه شماست. درود به شنونده های همیشگی برنامه آهنگ زندگی. مهمانی برنامه ما هم امروز هنرمند شناخته تاجیکستان چلخان خالف هستند. سلام علیکم. و علیکم السلام. خیلی خوشبخت هستیم که امروز شما را در برنامه آهنگ زندگی داریم. برنامه آهنگ زندگی برای شنونده ها همیشه زندگی نامه شخصیت های شناخته، شخصیت هایی که داستان زندگی جالب دارند، عبرت آموز برای جوان ها هستند، داستان زندگی اونها را تعریف میکنیم. برنامه را با اون شروع میکنیم که نخستین قدم های خودتان در جاده هنر و صنعت، میل و رغبت شما به آهنگ های مردمی و قدیمی و فولکلوری خیلی زیاد بود و این محبت از کجا پیدا شد؟ ریشه این محبت از کجا پیدا شد؟ آیا که در آوانی کودکی بود یک چیزی که شما رو وادار کرد به محبت همین آهنگ های قدیمی و مردمی؟ سلامت باشید. شما درست خط کردید که همه ذوق اصلا از کودکی پیدا میشه. مثلا در زادگاهی که من به دنیا اومدم کنگورت، زادگاهی من کنگورت نام دارد، در جبس هنرمندانی نامدار نمایی میکردن. بعضی اونها در قید حیات بودند و بعضی اونها در حیات نبودند. در اونجا سبک های مخصوصی هنرمند ها که به خودشون سبک های مخصوص دارند، یعنی طرز خواندن و مکتبی نو دارند به خودشون. چندی نفر ها هستند که به فکر من که طرز خواندن و سرود های ما از همون مکتبی همون نام منشأ میگیرد، چون که در اونجا بسیار هنرمندان نامدار کریم شوش سبک سیهان بود است، یک سبک سیهانی، یک مورچه نبی بای بود است با اکا و دادر، گلی خسپله و گلی پلبرگ اکا و دادر، چون سبک مخصوصی خواندن خودشان داشته است که اونها به سبک خواندن ما تاثیر نبخشیده نمونده است. و من هنرمندانی که در قد حیات بودند و از اونها من شنیدم و سرودها اونها را گوش کردم، در قد در وقتی در معرکه و توی سوره که وقتی در قشلاقا میشید، من جوان بودم، خرد بودم در امانی مکتب خانی و کودکی، دائما سرودهای اونها را با ذوق و شوق گوش کرده از طرف اونها میرفتم و دائما اهمیت میدادم که اونا برای چی طرز خواندن اونا با کمتر فرق میکنن از بعضی خواندن. وقتی تلویزیون کمتر بود، یکی با وجود از رادیو گوش میکردم، یکی او طرز خواندنی که اونا میخوندن فرقیت زیادی داشت. آهسته آهسته از سرود و آهنگای اونا بهره بردم و بعد ختم مکتب میانه من به دانشگاه دولتی به نام ولادیمیر لینی، یعنی به اونیورسیتی حضرت دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شدم به فاکولته فیزیکا. من بعد ختم فاکولته فیزیکا به فیلهرمونی دولتی تاجیکستان به کار اومدم و با خوشبختانه بود با انسامبل گنجینه فیلهرمونی دولتی تاجیکستان وارد شدم که به واسطه این انسامبل، یعنی این مکان هنر، صد فایز در بر میگیرد سرود و آهنگهای خلقی فولکلوری را. در میخرم هرچی در بازار گلاب یشون میسر میخرم. میفروشم دگی میسین را برای نام میگل، میزیارایش و هم عطری لمنه در میخرم. دلیل چی بود که بعد فارغ التحصیل شدن از دانشگاه شما با انسامبل گنجینه با فیلهرمونی اومدید؟ آیا که در وقت دانشجویی هم آوازخوانی میکردید یا که این هنر رونق بخشیدید که بعد منشأ گرفت که با فیلهرمونی اومدید؟ بله، من از کودکی سرود میخونم و این هنر، یعنی آوازخوانی، بسیار شوق و رغبت زیاد داشتم و در محفل های کورژاک های مکتبی میونه اشتراک میکردم. و وقتی که داخل شدم با اونیسیت در انسامبل نوروز دانشگاه، اعضای بسیار فعال همین دانشگاه بودم، انسامبل خلقی نوروز، و در اینجا هنرنمایی میکردم. هم دویمو در محفل های بسیار پرشکوهی هم دانشگاه، هم وقتی با موسمی پختچینی بود در اونجا در بین فاکولتیت ها دویمو برامد کرده سرود میخوندم. همین ذوق در دل من دویمو جوش میزد و بعد ختم دانشگاه منو مجبور ساختی باز به هم صنعت روان برای صنعت. در اون وقتی که ما انسامبل فولکلور انگلیتی گنجینه با وارد شدیم، در اونجا بسیار یک شخصان بسیار معتبر تاجیکستان، شخصانی که در حقیقت در جمهوری ما بسیار نفوذ و مرتبه کلان داشتن، همونو اعضای داوران همین تشکیل های انسامبل گنجینه بودند. از اونجا هم استاد ظفر نازی بود، استاد جرابی مراد، استاد ادینا هاشیم، استاد غفار و مزاده، زیبا امیزاده، رجب امانوف، استاد احمد بابا قلوف، بسیار شخصانی معتبر بودن. من واردی، یعنی شخصی بودم که از صنعت آگاه نبودم، یعنی که مکتبی صنعت خوندگی نه، دانشگاه صنعت خوندگی نبودم. و دیگر همه اعضایی که اونجا آمده بودن و برای وارد شدن به این چی همه خط کرده مسازهای موسیقی بودن. من خوشبختانه شخص اولی بودم که من گذاشتم از این کنکور با اون خاطر که سرودهای من جوابگویی همین آزمون
آزمون بودن. در همین آزمون شما چی سرود اجرا کردید؟ بله، در آزمون دو تا سرود خوندم، یکی فلک دشتی بود، دوم سرودی بسیار مشهوری که در اون وطنی ما گفتم که سبک سیهام، با همون سبک یک تا سرود خوندم که قابل قبول داوران شد و تماشابینان شد. من از همون رو سر کردم تا امروز با همین زندگی پیش میبرم و برای وطن و ملت خود خدمت میکنم. همون سبک سیهانی که گفته در رپرتوار شما بعدی در آهنگهایی که تا امروز دیگه شما اجرا کردید، آیا از همین سبک یک نمونه آهنگهاتون هست که برای شنونده ها پخش کنید؟ هست، میتونم که من یک پارچه از همون سبک سیهان میخونم که این طرز صدا میدهد. خدی دوری نودای تورواری یا نابرو دوری یا مرواتی گردان واری یا یک خالی برخ ساری چپت میبینم و یا نمی سوزد دلم کبابی چگدان واری یا می سوزد دلم کبابی چگدان واری یا این است سبک سیهان. تازی خواندنه که همین مکتبی سیهان، یعنی همون هنرمندی که در قید حیات نیستن و اونا منم دیدگی نیستم، همین خیلی سرود میخوانم. من این از موسفیدان و از همون پیران دهه شنیدم. وقتی که وارد به این انسامل فلکلوری نگرافی گنجینکی شدم با تحت راهبری استاد ظفر نازیموف، من در کافتکو بودم، تمام این مناطق جمهوری رو میگشتم، کوشش میکردم که سرود یابم، یگان پارچه سرود خلقی فلکلوری یابم که اومده همون به طرز نو یا اینکه کمتر تکمیل دادم یا که عیناً اگر بشه که درست بشید و سخن و خطا نباشد عیناً میخوندم. بسیار همینم با همینم موفق هم شدم. در کنسرتی که ما اشتراک میکردیم و پروگرام برنامه کنسرتی انسامبل گنجینه بود، قسمت جادی برنامه رو من میخوندم. من زیادتر میدونستم این سرود برای که من از کودکی در همین چیز داده شده بودم و خوشبختانه سرودی که خوندم ویر زبانی مردم شد. مثلا از همون پیشتر میخوندم از چهره گل نو سبک سیهان خوندم، این سرود سرودی قاشق تراش عیش قشق میتراشم، طبق قاشق میتراشم، ای چوبی توت میتراشم، چی قنازق میتراشم، طبق قاشق تیار شد اوگام توتک میتراشم. در بین مردم بسیار محبوبیت کلام پیدا میکرد و در کجایی که میرفتیم تا چند سال اول حتی نمیدونستن که من چلافون خلف نوم دارم و میگفتن که همین عشق عشق هست. اگر هم میگفتن در کنسه تولار پر میشد. عشق عشق میتراشم، کنشق عشق میتراشم، ای چوبی تود میتراشم، چی قلازق میتراشم، کنشق عشق تیاشیم، بگم تود میتراشم، کنشق عشق تیاشیم، بگم تود میتراشم. دختر گلی تو منک لبکا شیرین یخ منک، دختر گلی تو منک لبکا شیرین یخ منک، قاشق میتراشم، ای چوبی تل میتراشم، چی خلازق میتراشم، طبق قاشق تیاشید، بگم تو تل میتراشم، طبق قاشق تیاشید، بگم تو تل میتراشم. داستانی پیدا شدن همین آهنگ از کجا است؟ تو این از کجا شما یافتید؟ از بین مردم، از کدام منطقه، از کدام ناحیه و چگونه شد که این اجرا کرد؟ اساسا سرودی که بسیارتر ما خودم یافتم از بین مردم، این یک طرف، از طرف دیگر در همون شب و روز یک برنامه های بسیار معمول و مشهوری که بین مردم پذیرفته می شود برنامه های بستان بود. بستان یک، بستان دو، بستان سه، بسیار هنرمندان رو امجا کشف میکردن و اون هنرمندان این برنامه خودر اصلا در اساسی سلطه خلقی تهیه می شدن. برنامه های بستان قسمت زیادی اونها رو از همین بستان ها، از همین ها گرفتم، برای که می دونیستم که همین سرده مثلا ناحیه پنج می خوند، یا این سرده ناحیه وحش می خوند، یا که باختر می خوند، یا که ونج می خوند، یا که قرطاق، یا که غرب. من از همین ها می دونیستم.
داشتم و در گفتگوی همین سرود داشتم و از صاحبان اینا رو یافتم، یا شخصانی که دوننده همین سرود بودن با اونها واخوردم. وقتی که من واخوردم با همراه اونها، غیر که من این سرود گرفتم و چندین آهنگ سرودهای با بهتر یافتم از اونها و اونها رو همش جمع کرده در کلوار خود آوردم پیشکش تماشاگران کردم و زیاده از 28 سرود فولکلوری در فوند طلایی رادیوی تاجیکستان ثبت کردم. اینا رو من اثر نو زنده کردم. اگر ممکن این کارمو نمی‌کردیم، اگر ممکن سرودها از بین می‌رفتن. این گنجینه هستی وطن ما هست. ما اینها رو با شور و ذوق بسیار بلند تحت رهبری استاد ظفر نازیموف کار کردیم و چندین برنامه‌های نو کنسرتی آماده کردیم که تو حاضر طریق رادیو و سینما اونها رو نشون می‌دهند. یک تا برنامه فیلم کنسرتی انسامبل گنجینه بود که ما در زیدی ثبت کردیم. در زیدی 1 ساعت 20 دقیقه و همون سرودی بازوبند همونجا ثبت کردیم و چندین سرودهای دیگر هم در اونجا ثبت شدند و حتی میتوان گفت که یکی از بهترین برنامه‌هایی که با کارگردانی حلیم سنگین تهیه شده بود و چندین سال‌ها پای هم نمایش میداد و خیلی متاسفانه که امروز همین گونه برنامه‌ها کمتر تهیه میشوند. یا که چه فکر میکنید که امروز دیگه در بین مردم آهنگ‌های قدیمی و مردمی و فولکلوری نمانده است یا که کمتر است که توجه کمتر است به این چیزا؟ شما درست قید کردید. بسیاری فکر میکنند که یعنی سرودهای فولکلوری انرژی در دوره قدیم خوانده میشد. نه، این خطا است. تا وقتی که انسان زندگی میکند، حیات بر سر میبرد و زندگی دوام دارد، سرودهای فولکلوری خلق مردم همراه مردم زندگی میکند، ایجاد میشود در همه وقت و شرایط و زمان و این سرودها ایجاد میشوند. سرودهای فولکلوری ایجاد میشوند، لیکن یک چیز نگفته نماند که سرودهایی که فولکلوری سرودهای انرژی خلق ایجادات خلق اونها سرودهای کوچکی نیستند. اونها اگر سرودهای بزرگ نمیشدند در دل مردم جا نمیشدند. اگر تا امروز اونها عمر نمیداشتند. بدبختی اون چیز است که سرودی که بی‌معنی است، معنی ندارد، وجود ندارد، چی ندارد، اون کوتاه دارد. برای من از همه هنرمندان جوان و همه دعوت میکنم که همه وقت به متن سرود، به منطق سرود، مضمون مدرجه سرود بسیار اهمیت دارند. هنرمند هر چی پابرجا میکند و آینده دار میکند و آینده سرودش در فوند یا که در بین مرد در دل دیده مردم جا گیرد، بعد هنرمند همه وقت کوشش به اون کند که سرودی پر مضمون خواند، معنی بلند داشته را خواند. سرودی که معنی پس دارد، چیزی که زود آمده زود از بین میرود. برای همین همه وقت دائما در همه برنامه‌ها دائما التماس میکنم یا که تاکید میکنم، خیلی که مرا بزرگان گفتند، هنرمندان بسیار نامدار جمهوری تاجیکستان، کشور جوری سرکرد ظفر نازیمو، آدینا هاشمی، جورابی مرادوف و دیگر و عبدالله نظری و معروف جا بهادر، امروز ما باید جای اونها، ما در جای اونها ما هستیم. برای همین ما دائما توصیه میکنیم اگر به شرطی کسی که گوش میکند بهره میگیرد، یا که میگم به پیر مرو در امانی هر چند سکندر زمانی، یا که به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو رو رفته چرخ عالمگیر کرد. بهوده این سخنا رو بزرگای ما نگفتند. برای ما باید دائما از این چیزا بهره ور شویم، دائما از این گفته های بزرگا با خبر باشیم. ما دائما از پای ایجاد نو تازه و تازه سرودهای نو پرمضمون شویم. گلکی لالا یا مرما چی دیدیم، یگان حرف بده یاد ما شنیدیم، یگان حرف بده یاد ما شنیدیم. ما حرف بده بات نگفتم، ما کو حرف بده بات نگفتم، چرا یک بار دیگر بریدیم، چرا یک بار دیگر بریدیم. در یک صحبتی که چند سال قبل با هنرمند محبوب و سرشناس افغانستان فرهاد دریا در دوشنبه صحبت داشتم و همین گونه سوال ازش کردم که موفقیت اصلی آهنگهای شما در چی است که اینقدر به دل مردم زود راه می‌یابند، و یک پاسخ اون همین بود که هر آهنگی که من می‌خوانم جوهر اون از دل مردم است، از دل مردم است، من اونو می‌گیرم و شاید که به یک شکل نو میتونه که پیشنهاد بکنم، به همین خاطر اونی که از دل مردم است باز به دل مردم می‌نشیند. آیا شما موافق هستید به همین گفتم؟ درست جواب دادن هم فرهاد دریا که یعنی که موفقیت او، موفقیت سرودهای او، آهنگهای او از مغزی آهنگهای خلقی هستند، یا که سرودهاشون در حقیقت از من هم خیلی است. من سر تا پا با اون کس یعنی که هم فکر هستم، چونکه قسمت زیادی سرودهای من سرودهای خلقی هستن، فولکلوری هستن، و من کوشش میکنم که اگر به شرط کمتر دو مصرع هم یا با مگر مثلا از سرودهای خلقی اجدادی خلق دو مصرع هم یا با مگر من در اون شمیه بابم که چیکار کنم.
مثلا من یک تصویر یافتم جلوه‌گر است در نظرم روی تو، روی زیبا قامت دلجوی تو، خالصیه در برک روی تو، کشتای مرا خالک هندوی تو. اینا من برده با سلیم خطلانی دادم، اون اینا بسیار یک تا سرودی کلان حجم کرد که بسیار حاضر محبوب مردم است. جلوه‌گر از در نظرم روی تو، روی زیبا قامت دلجوی تو، خالی سیاه در بره که روی تو، کشتای مرا خالک هندوی تو، میگذاری ایشوه با نازت خوش است، سلسله موی درازت خوش است، خالی لبی بنده نوازت خوش است، سوزی دلی بنده با سازت خوش است، در دیله کم روز نیازت خوشد، یک شبک آیم چوب پهلوی تو. ادامه همین گفته ها میشنویم، همین آهنگ رو و بعدا برمیگردیم به ادامه هم صحبتی ما چلخان خالف، قهرمان برنامه آهنگ زندگی. چشمی همه پیر و جوان سوی تیه، جانی من و عقل سلام توی تو. یه میگذاری ایشوا بنازد خوش است، زیسیله موی درازد خوش است، حالی لبی بنده نوازد خوش است، سود دینی بنده بسازد خوش است، دردی لکت راز و نیازد خوش است، یک شبه این هم بود یک پاره از آهنگ با نام قامت دلجوی تو در اجرای قهرمان برنامه امروز ما در برنامه آهنگ زندگی استاد چلخان خالف. در حقیقت هم موفقیت بیشترین آهنگ ها در اون است که اونها از دل مردم برمیخیزند. اما یک نظری اگر افکنیم به امروز، به آوازخوانی جوانانی که امروز توجه یکم دیگر دارند، میخواهند که سبک خودشان را پیشنهاد بکنند، از آهنگ های قدیمی کنارک جویی میکنند، چه فکر میکنید که تا کدام اندازه اونها موفق میشوند و دیر پایه هستند؟ این چیزا دیر دوام میکنه، تمام آهنگایی که اونا ایجاد میکنن. بله، یک سخن بسیار بزرگانی ما گفتن، ملتی که فرهنگ خودش اگر نیست که ملت، یعنی که خودش نیست میشود. برای همین ما باید زیادتر با فرهنگ ملی رو بیاریم. فرهنگ ملی یعنی از گذشته های خود، از گذشته های بزرگان خود باید ما زیادتر استفاده بریم. سرود های خوب ایجاد میکنن هستن. در زمان پیشتر گویا مگر در دوره شوروی دسترسی آهنگ و سرود های یعنی که بیرون از وطن ما کم بود، برای همین سرود آهنگ هم اصیل می برآمد، یعنی تاجیکانه بودن. حاضر چی؟ حاضر در همه چی، در اینترنت یا که در چی دور یا که دیسکو یا فیتایی که هست در کوچه میفروشن، از کجایی که خوی، از انگلستان خوی، از فرانس هم خوی، هنرمند رو میوبی، از ایران هم میخوای، افغانستان هم میخوای، از کجایی که هندوستان هم میخوای، هنرمند که باشد اگر از همون طریق کامپیوتر یا که از همون اینترنت کمی همون پیدا میکنی، وقت آهنگی او را گوش میکنن و یک رنگی آهنگ و آهنگ با هم آمیخته شدن آهنگوی مثلا دیگر ملت ها دیده میشود امروز که یعنی بوی تاجیکی ندارن. در لبی خندانی تو آوازمی، ناز کنی ناز تو را نازمی، کاش برای تو بپیش وازمی، عالمی از مهر خدا داده را، بیت بگو بیت چی می سازمی، عالمی از مهر خدا داده را، بیت بگو بیت چی می سازمی، نازی تو نازی تو نازی تو برای یک آهنگ ساختن این زحمت زیاد طلب میکنند. اما برای چی این قدر زحمت میکشیدم یک آهنگ میساختم، یک سرودی کوچکی گیت در اون نموندم. اگر کشتی که اول می کج میگذاری، یعنی غلط است این سرود، سخن غلط است. اگر هم سخنی غلط است من استفاده برم، تو آخری عمر که صدا میده یعنی سخنی خطا غلط صدا میده و در برابر خود به ذهن چند مردم دیگه جا میشه، اونو برای غلط میخونن و هم غلط میخونن و هم خطا میروند. برای همین با همین جوانان همه با همه جوانان ایجادی بلند میخواهم، فقط از اونو یک التماس که رو و شعری بلند بیارن و موسیقی اصلی یعنی ملی خود زیادتر تکیه کنن، عمری سرودی اونها و عمری شعری اونها زیاد میشوند. برای هنرمندی موفق شدن، هنرمندی که در حقیقت هنرمند اصیل باشی، در پهلوی آواز خوب و چندین چیزی که از همه اینا یک جویه شده بعد هنرمند میافرند. صنعت خود زیبایی است، جا
جزوی با پرست باید باشد از همه جهت. دویم است بجا دانش بلند داشته باشد، باید هنرمند، عقل و تمیز و سیار رفتار و کردارش در بین مردم باید نمونه باشد، چون که شخصیت میشه بیتو شعر با درک کنی، درک نکنی خود میخوندگی خودتا ندونی که چی میخونی. مدام یک مردی مو بسیار مردی با فرهنگ است، خوب شعر فهم است، شعر دوست است. مدام بعد از تو میپرسن که امین شعر خونی بسیار در همین جا همین خیلی بسیار بود. من که دارم در گدایی گنجی سلطانی به دست، کی تمه از گردشی گردونی دون پرور کنم. میگه حافظ من چون در غزل ندارم. مدام ممنون شد پرسد ندونی چی جواب داد چی میگویی. بعد سعدی بزرگوار میگوید که سودی نکند فراخنایی برادوش، گر آدمی عقل و هنر پرور و هوش. برای انسان هم خیلی ضرورت دارد، گر آدمی عقل و هنر پرور و هوش. گاو از من تو فراختر دارد چشم، خر از من تو درازتر دارد گوش. گوشش دراز باشد خر است، چشمش کلان است گاو است. گر آدمی عقل و هنر پرور و هوش، همین چیز باید در همه شخصیت، همه هنرمند، همه آدمایی که در حقیقت خودشون وطن و ملت شخصانی سازوار میشمارند برای ملت خدمت چی میکنند، همین خصلت رو باید داشته باشند. همین گفته های سعدی باید اونا باید باشد. یا که بدیل بزرگوار میگه که بدیل این صورت شکل اون همه نیست، این صورت شکلی که خدا به تو داده است، این همه برای این همه چیزی با تو نیست. آدمی معنی دیگر دارد، یعنی آدم دیگر چیز است، آدم تماما دیگر چیز است. یعنی این قصه سازوار شدن نکرد، یعنی این معنی گفته بدیل ده که ما در خط آدم معنی آدم ها باید ما دانیم. یعنی این چیز باید که همه در انسان در درجه اول باید باشد. نخلی بیجا ندهد غیر خجالت ثمره، تیری کج با ایسی رسوایی تیرانداز است. آسوده کسی هم نفسی بادی بهار است، خوشبخت کسی در بغلی خاکی دیار است، خوشبخت کسی در بغلی خاکی دیار است. بدبخت بود آنکی چورغانی فیراری، بدبخت بود آنکی چورغانی فیراری. ای دور از وطن و از نظری خویش و خبر است، دور از وطن و از نظری و بعضی از دوستانم گفتن که اگر که چیلخان یک افسر می بود، بایلی بود لباس نظامی اگر می باشه، چه افسر قامت بلند خوب می بود. آیا باره نشده که در ذهن شما بود که تغییری پیشه کرده باشید، یا که در زندگی یک کسب دیگر را اختیار کرده باشید؟ بود، در حقیقت همین چیز بود. وقتی که ما در دانشگاه ملی حاضر امروز اونسی دولتی بنام ولادیمیر می خوندیم، در وقتی که می اومدن از وزارت و مثلا امنیت، کمیته امنیت ملی، که یا اینکه از وزارت کارهای داخلی می اومدن، در حقیقت من اومده همین گپ شما درست یاد درک کرده اومده، یک طرف دیگر هم خطی ما دیدن و از جو خیزتن گفتن که شما باید که در وزارت کارهای داخلی همچون افسر باید در همجا کار کنید بود اینکه. لیکن همین ذوق بسیار بلند هنر بود که من همین راه گردان نباشد. اگر من همون میرفتم حاضر من در خط آدم نظامی بودم، جنرال میشینم، باوری داشتم. لیکن خیلی چی میگن که دوست میدارم من این نالیدن دیرسوز را تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. پروردگار خدا را نوعی روز گذرانی ما را با همین صنعت کرده بود، یعنی با همین روی هنر. لیکن من فکر میکنم که خطا نکردیم. مردمی بودن انسان، آن هنرمند مردمی میگویند عباره عجیب است. مردمی چی میگویند؟ مردمی همون میگویند که یعنی تو در بین مردم در همه جا شناخته هستی. مثلا در کجایی که میروی با سلام علیکم میگویند، وای فرق از ولایت سوخت است، بدخشان است، خطلون است، یا که وادی تابعی مرکز است، یا در شهر دوشنبه است، در تمام تاجیکستان که باشد اگر اونجا تو میشناسی. آن اینا مردم میگویند، یا که داور اساسی هنرمند این خلق است، در دیده مردم جا گرفته. اگر هیچ کس پیش روی تو نمیگیرد مالی سرد از خدرت، تاقی زرد از خدرت، یار باز و بندد و من است، باز و بندد و من است،
باز و بند و گوشوار و گل و بندت به من نیست، باز و بند و گوشوار و گل و بندت به من نیست. بچه‌ی همسایه میگو باز و بندش را بده، بچه‌ی همسایه میگو باز و بندش را بده، باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده، باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده. دختری همسایه میگو باز و بندش به من نیست، دختری همسایه میگم باز و بندش بمانست، باز و بند و گوشوار و گل و بندش بمانست، باز و بند و گوشوار و گل و بندش بمانست. چی میخواید من را از مده پیش بیرم، از کجا آمدی آخر برای خیش بیرم، از کجا آمدی آخر برای خیش بیرم. باز بندی مادرم بود، باز بندم رو بده، باز بند و گوشوار و گل و بندم رو بده، باز بند و گوشوار و گل و بندم رو بده. دوست مرا ساره تمایل دلها شده است، بیوائیش که تدر شاخه ای دل جا شده است، بیوائیش که تدر شاخه ای دل جا شده است. چکنم جان شیرینم باز و بندت بمنیست، چکنم جان شیرینم باز و بندت بمنیست، باز و بند و گوشوار و گل و بندت بمنیست، باز و بند و گوشوار و گل و بندت. دوستان صحبت ما هم امروز بیشتر در مورد پند و نصیحت جوانان بود، و اما بخش میهم پرستی، آهنگ های میهم پرستی رو همین گونه باشد که در حقیقت هم اونها افتخار داشته باشند، هویت ملی اونها بالا برود. درست شما درست قرار کردید برادر عزیز. من یک چیز گفتنی هستم که آهنگ وطنداری یا که میهم پرستی یا که وطن دوستی یا که افتخار ملی داشتن اون معنی را ندارد که من یک سرود یک بالا کردم برای تاجیکستان خانم من در رادیو یا تلویزیون راه دهم، این باید نباشد، این باید از دل برآید. چیزی که در دل هست اونها باید در زبان براری خانی، اون از دل جان خواننده کار در حقیقت با همین سخنایی که میگی باید که صادق باشی برای وطن و برای ملت، نه اینکه برای زمانه، برای زمانه خواننده کار نیست، این حس میکنه کسی از دل جان میخواند اون حس کرده میشود. برای من بسیار سرود بسیار دارم برای وطن دوستی که مثلا چندین تا دارم که ای عزیزان ما هم با تاجیکستان زنده ایم، در یک جا بسیار سخنان بلند هم است که تاجیکستان را خدا بر تاجیکی آزاده داد، جنت را این چونین هیچ کس ندارد هیچ یاد، میهنی خورشید نور و خاک آب و باد و آب و باد، تا جهان باشد اله تاجیکستان زنده باد. یعنی چقدر سخنایی که تا جهان باشد اله تاجیکستان زنده باد، یعنی دعا هستیم، ما دعا میکنیم از دل جان ما که تا روزی که ما هستیم و همه ملت تاجیکستان ما زنده باشد، ما در تاجیکستان عزیز خود زندگی کنیم، متحد بین نوده ما را سروری محبوب ما از وطن از ملت خود پشتیبانی میکنیم. ای عزیزان ما همه با تاجیکستان زنده ایم. باشد اگر کی آسمان، باشد اگر کی آسمان، باشد اگر کی آسمان. آدمی هم به وطن هرگز نباشد شادمان، آدمی هم به وطن هرگز نباشد شادمان. تاجیکستان پیکری هست تاجیکی رو هست جان، تاجیکی رو هست جان، تاجیکی رو هست جان. ای عزیزان ما همه با تاجیکستان زنده، با تاجیکستان زنده، با تاجیکستان زنده. تشکر، سلامت باشید، زنده باشید. خیلی ممنون، خیلی خوشبخت هستیم که امروز فرصت پیدا کردید که برای علاقمندان هنر شما از طریق برنامه آهنگ زندگی این چند مدت با صحبت و با آهنگ‌های جالب خودتان در صحبت ما و شنونده ها بودید. تشکر، سلامت باشید، خوشبخت باشید. جنت را چنین عالم دارد به دیار، مهنی خورشید و نور و گرم خاک و آب و باد، مهنی خورشید نور و گرم خاک و آب و باد. تا جهان باشد اله تاجیکستان زنده باد، تاجیکستان زنده باد، تاجیکستان زنده باد. ای عزیزان ما همه با تاجیکستان زنده، با تاجیکستان زنده، با تاجیکستان زنده. Thank you.
سروری محبوب ما متحد بین مؤتمرا سروری محبوب ما از وطن از ملت خود پشتیبانی میکنیم پشتیبانی میکنیم پشتیبانی میکنیم ای عزیزان ما همه با تاج کریستو زنده با تاج کریستو زنده